قطعه خاص پلیس هرات این سلاح‌ها را از منطقه قدس آباد ولسوالی کهسان این ولایت از یک خانه کشف و ضبط کرده است. مسئولان امنیتی میگویند از این ذخیره‌گاه مهمات حدود 20,000 مرمی مختلف نو، دو پایه هاوان، یک پایه دستگاه ماین پاکی و مرمی‌های راکت به دست آمده است. دل از سراورین نظمور مجایدین در سو ورزی که در غصی کشف درواشتی و در غصی کشف بود چی بیا ننموش پسیوار لالتا و در شهر مگیر کرده چی دیر مرمی دی دو هاوان دی. ارگان های امنیتی بارها از مردم خواستند که سلاح ها و مهمات که نزدشان است را به نیروهای امنیتی تحویل کنند. تا 9 ماه اخیر این نخستین ذخیره‌گاه سلاح است که از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط می شود. مور پیام خو غته دغه د چې دغه وسله کم چا طالب وړي دي یا بل پرز ملک وړي دي و مور وته ارگانو ته تسلیم کې کچیر تسلیم نسی داسه کشپ ارگانو نه دي د کته خاص د خواڅخه د سفارت د خواڅخه ان شاء الله کشپیر ری. با این حال برخی آگاهان به این باورند که وجود سلاح‌های غیرقانونی نزد مردم همواره سبب افزایش جرم‌های جنایی شده است. از طرف دیگر همچنان میدان‌های جنگ را گرم نگه می‌دارد. در افغانستان همیشه موجودیت اصلی یک دردسر بزرگ بوده و جدای از این که سلاح مهمات می‌تواند بازار جنگ گرم نگه بداره، موجودیت سلاح باعث بلند رفتن جرایم جنایی، فعالیت‌های تروریستی، تقویت باندهای قاچاق و تبهکار در افغانستان بوده و هست. اخیراً ارگان‌های امنیتی و کشفی روند جمع‌آوری وسایط نظامی که طی نبردهای اخیر در ولسوالی‌ها و اطراف شهر باقی ماندند را شروع کردند و سلاح‌های غیرقانونی را هم جمع‌آوری می‌کنند.